سلام و وقتتان بخیر به برنامه خبری این ساعت رادیو آزادی با من جاوید نیمی خوش آمدین وزیر خارجه امریکا میگوید امیدوار است تا امکاری ها میان واشنگتن و مسکو در مسائل مانند سوریه، ایران و افغانستان قربانی اقدام های روسیه در اوکراین نشود. جان کری در صحبت با رادیو صدای امریکا گفت که الحاق کریمیا با روسیه می تواند تمامی اوکراین را نارام سازد. و افزود امریکا اجازه نمیدهد که چنین اقدام ها نظم را که به گفته وی پس از جنگ دوم جهانی به وجود آمده تخریب کند این اظهارات وزیر خارجه امریکا پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهور بارک اوباما تحریم های اقتصادی را بالای روسیه افزایش داده است در این تحریم ها افراد قدرتمند روسیه به شمول یک بانک از آنها حمایت می کند. هدف بودند اجتماعی تاتارهای کریمیا موسوم به مجلس از باشنده این منطقه خواسته تا پاسپورت های اوکراینیشان را نگه دارند رمزی الیاسوف یکی از اعضای مجلس به بخش اوکراینی رادیو را گفت که شمار از تاتارهای کریمیا به تاریخ 20 مارچ در سنفروپول مجبور ساخته شدند تا پاسپورت روسی را بپذیرند این اظهارات در حال صورت میگیرند که نیروهای روسی با استفاده از بمهای دستی و سلاحهای اتومات صبح دوشنبه برای داخل شدن به یک پایگاه نظامی در فودوسیه اوکراین اقدام کردند یک مقام نظامی اوکراین گفته که در حال حاضر این پایگاه مملو از عساکر روسی شده است درگیری ها میان نیروهای امنیتی و مخالفین دولت عراق در ولایت انبار ادامه دارند. جنگجویان قبایلی زده حکومت و افراد مسلح وابسته به شبکه القاعده از چندین ماه به این سو در شهرهای فلوجه و رمادی علیه نیروهای عراقی درگیر جنگ هستند. زد و مسلحانه در شرک السرج زمان آغاز شد که نیروهای حکومتی برای تصرف این منطقه تلاش کردند. این درگیری برای دو ساعت ادامه یافت اما نیروهای امنیتی نتوانستند منطقه را از نزد مخالفین مسلح تصرف کنند و در منطقه چهارصده پاکستان یک مکتب ابتدایی دخترانه مکان برای بیجا شده های داخلی شده است این افراد از مناطق مختلف قبیلی در آن کشور فرار کردند بر اساس گزارش مردم محلی مواشیشان را هم در محوطه و ساختمان این مکتب نگهداری میکنند. مکتب یاد شده در سال 2011 میلادی ساخته شده بود اما باشنده های منطقه 400 هم میگویند هیچ معلمه و مواد تدریسی به این مکتب داده نشد. طالبان شورشی صدها مکتب را در سالهای اخیر در شمال غرب پاکستان تخریب کردند. بیننده عزیز برخ تعولات خبری این ساعت تقدیمتان شد برای گرفتن تازه ترین خبرها و گزارش ها سر بزنین به صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو سپاس از امراهی هر یکتان تا این لحظات وقتتان خوش خدا نگهدار آزادی.